کشف باستانی شگفت انگیز در ژاپن، سپر آینه‌ای و شمشیر دفع شیطان. سلام دوستان، من اسخرم، با یه فیلم آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم. لطفاً قبل از هر چیزی کانال رو سابسکرایب کنید و تا انتها همراه ما باشید. باستان شناسان یک آینه برنزی بسیار خاص به شکل سپر و یک شمشیر آهنی بسیار بزرگ را که بیش از 2 متر طول دارد در گورپشته باستانی در شهر نارای ژاپن از زیر خاک بیرون آوردند. این آثار در نوع خود بی سابقه به حساب می آیند. گورپشته نارا بزرگترین گورپشته ژاپن است و قدمت آن به نیمه دوم قرن 4 میلادی بیش از 1600 سال قبل برمی گردد. اداره باستانشناسی کاشیهارا خبر این کشف را روز 25 ژانویه اعلام کرد. سیگووادا از مسئولان این کاوش گفت: من درباره جایگاه فردی که با این اشیا به خاک سپرده شده واقعا شگفت زده هستم، چون این شمشیر و آینه شکلی بسیار غیر عادی دارند. در بررسی محتویات تابوت هم انتظار داریم که موارد بیشتری به دست بیاوریم. در فصل کنونی کاوش در این گورپشته مقبره‌ای پیدا شد که یک تابوت چوبی با طول 5 متر در آن قرار داشت. شمشیر و آینه لابلای خاک‌هایی که این تابوت را پوشانده بودند پیدا شدند. این نخستین بار است که یک آینه برنزی به شکل سپر در یکی از سایت‌های باستانی ژاپن یافت شده است. پشت این آینه طرح و نقش‌های پیچیده‌ای وجود دارد و کارشناسان آن را به عنوان یک شاهکار برنزی از دوره کوفون توصیف کردند. دوره کوفون بخشی از تاریخ ژاپن است که بین قرون 3 تا 7 میلادی امتداد داشته است. طول آینه برنزی حدود 64 سانتی‌متر و عرض آن 34 سانتی‌متر است. معمولاً آینه‌های برنزی در گورهای ژاپنی شکل مدور دارند و یافته اخیر از این جهت یک استثناء به حساب می‌آید. در پشت این آینه یک جور دستگیره نیز وجود دارد و 2 نقش برجسته این دستگیره را احاطه کردند. این آینه بزرگترین آینه برنزی باستانی در ژاپن نیز به حساب می‌آید. تا قبل از این بزرگترین آینه یافت شده 46.5 سانتی‌متر قطر داشت. شمشیر یافت شده نیز 2 متر و 37 سانتی‌متر طول و 6 سانتی‌متر عرض دارد. و از نوع شمشیرهای معروف داکوکن است که تیغه آنها تا حدی خمیده است. این بزرگترین شمشیری است که تاکنون به طور سالم و یک پارچه در یک سایت باستانشناسی در ژاپن پیدا شده است. کارشناسان معتقدند که این شمشیر با توجه به اندازش قطعا نوعی کارکرد آیینی برای دفع شیاطین داشته و یک سلاح واقعی برای جنگیدن نبوده است. باور کارشناسان این است که این گورپشته از دستبرد مهاجمان مقبره مصون بوده و به همین دلیل در چنین وضع خوبی حفظ شده است. مسئولان شهر نارا قصد دارند که محتویات تابوت را در سال 2023 یا حتی بعدتر مورد بررسی قرار دهند. شمشیر و آینه نیز فعلا به دلیل انجام عملیات حفظ و نگهداری در معرض نمایش عمومی قرار نخواهند گرفت. خیلی ممنونم که تا انتها همراه من بودید. امیدوارم از دیدن این فیلم آموزشی لذت برده باشید.